خشونت علیه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعی در سراسر دنیا است که از دهه 90 در دستور کار سیاسی و اجتماعی کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته است. روز جهانی محو خشونت علیه زنان دیگه یک مسئله هست که در سال 1999 به تصویب رسید، تصویب شورای امنیت، که این روز را به عنوان روزی که یعنی خشونت ها نسبت به زن ها باید محو و نابود بشه، این روز مسما کردن که پیش زمینه ازی برمیگرده به سال 1960 میلادی، که در این سال مثلا 3 تا از خواهرای میرابال که در مقابل نظام دیکتاتوری جمهوری دومینیکن خب اینا انتقاد داشتن، فعالیت سیاسی داشتن و ارتش این کشور اینا رو دستگیر میکنه و اینا رو از بین میبره و این باعث میشه که در سال 1999 میلادی دیگه سازمان ملل یک قطعنامه را تصویب بکنه و یک روز را به عنوان بزرگداشت از این روز عظیم و به خاطر وفای به امی که در حقیقت تقدیر شود از این 3 تا بانوی بزرگ که در مقابل دیکتاتوری آن زمان در جمهوری دومینیکن استادگی کردند، این روز را مسمای به روز محو خشونت علیه زنان مسما کردند. خشونت رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می شود و گروه های ضعیفتر و آسیب پذیرتر مانند زنان و کودکان، سالخوردگان و گروه های اقلیت قربانیان ستم پذیر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی هستند. ممکنه که خشونت علیه زنان برخواسته از حس تفوق طلبی مرد باشه، این خود برتر بدانه، راجع به جنسیت زن بیای اعمال خشونت بکنه، این احساسا ممکنه وجود داشته باشه، ولی از نظر عقلانی و مخصوصا دین اسلام این پذیرفته شده نیست. خب چرا پذیرفته نشده؟ ببینید یک نظر کوتاه ما بندازیم به خلقت زن. زن یک موجود لطیف و دارای عاطفه بسیار بالا هست. عاطفه زنها از عاطفه مردها بالاتر است، قابل انکار نیست. اینی روانشناسی و اینی حرف میزنه که اینا بسیار عاطفه داره، خویی بچه را که از زمان طفولیت بزرگ کنه با آخوش میکنه، این عاطفه است. مرد عاطفه را نداره. خیلی خوب، وقتی خلقت زن با حساسیت و لطافت و عاطفه بالا شکل گرفته، منی که میخوام با او خشونت کنم چرا خشونت بکنم؟ هدف خشونت چیست؟ اگر هدف این است که تو میخوای با خشونت او را هدایت بکنی، تربیت بکنی، آموزش بدی، هر زاویه، اگر اینا رو بخوای بگی، اینا با خشونت حاصل نمیشن. حتی انسان با ملایمت و محبت، حیوان با او احترام میگذاره، جذب میشه، ولی تو بخوای زن اگه هدایت بکنی و تربیت کنی و سایر زوایای زندگی رو با آموزش بدی، این با خشونت میاثر نیست و این خشونت اصلا نارواست. عقلا و شرعاً پیشتر گفتیم، پس ما باید با این موجود لطیف رفتار لطیف داشته باشیم. لذا در روایت آمده که احسن الایمان الطف، این کسی ایمانش از همه بالاتره که الطف باشه، لطیفتر و مهربانتر باشه. با تمام روایت‌های ما توصیه شده به برخورد خوب، ائمه برخورد خوب کردن که مردم جذب می شدن. بنابراین خشونت از ابعاد عقلی و نقلی و اخلاقی و عرفی هیچ جایگاهی نداره در مقابل زن. ابر ناپسند دینامه رو تایید میکنه و بنابراین اگر ما بخوایم در هر زاویه‌ای با زن برخورد بکنیم، راهش این است که از طریق نرمی، ملایمت، حسن خلق، مؤدبانه یک مطلبی را بخوایم به او بگوییم، این راهش است. بگویم که حجاب نداره، خب خواهر محترم خنده معذرت میخوایم، یعنی شما گوهر نفیس هستین، گوهر نفیس باید پوشش داشته باشه، به او اثر میکنه. اگه بگم او زن شما حجابتون رو چرا کردی، این بر عقده برمیداره، این بغض برمیداره، اثر منفی داره. یعنی ما اگر نتایج مثبت بخوایم بگیریم، حتی نتایج مثبت با خشونت حاصل نمیشه. نتایج مثبت با رفق و مدارا و ملایمت و گفتار مؤدبانه، منطقی و نرمی حاصل میشه. به خاطر این است که خشونت هیچ جایگاهی نداره
با زنها رفتار خشونت‌آمیز در دینم توصیه نشده، برخورد نرم و رفق ملایم با اونها اثر مثبت میده، هدف انسان میرسه، ولی برخورد خشونت‌آمیز هم از هیچ لحاظ درست نیست و اثر منفی داره. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. اسلام کاملترین روش زندگی را توصیه کرده است و شیوه پیشنهادی آن مناسبترین راهکار زیست بر اساس ماهیت انسانی است. از طرف دیگر اسلام و شریعت اسلامی به عنوان کاملترین دین مقبول بسیاری از جوامع است و حدود 3 میلیارد مسلمان از آن پیروی می کنند. به همین دلیل توجه بسیاری از اندیشمندان به دیدگاه اسلام به زن دوخته شده است. از نظر اسلام هم که مرزهای زمانی قبل از این برمی گرده، در زمان ائمه، در زمان پیامبر اسلام، خب مردها و زنها در جامعه به گونه مساوی شراکت داشتند، مثلا در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، فرهنگی، حتی در وقتهایی که مثلا عصر جنگ بود، در اونجا هم زنها خب کاملا سهم مساوی داشتند. خصوصا خود قرآن در رابطه با مشارکت اقتصادی زنها میگه که امون قدری که مردها برای مردها اهتمام شده در رابطه با امور اقتصادی، زنها هم به همون اندازه میتوانند از این امور بهره ببرند. اما دختر دادن هایی که گاهی اتفاق میشه در نظام های اجتماعی که یک کسی قصاص برابر میشه، بعد بیان وجه المثال دختر خود و پسر از میتن از این دست برمیداره، این مطلب بسیار ناپسنده. دختر چی گناه کرده؟ ملاک ازدواج رضایته، یعنی دختر و پسر با هر دو طرف فرق نمیکنه، دختر و پسر باید به ازدواج راضی باشن. یکی از فلسفه ها و آیات در قرآن ذکر شده، ببینید 11 جای در قرآن آیات ذکر شده، نشانه های الهی، یکیش در اینجا است: و من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. یکی از آیات الهی اینه که خدا از نفس خودتان ازواج آفریده، و ای چرا لتسکن الیها، یعنی ازدواج مایه سکن، آرامش و رحمت و مودت هستن، این باید بیه. این اگر در یک ازدواج تحمیلی بود، بزور بود، ممکنه یک طرف خوشحال باشه، طرف دیگه زجر میکشه، رنج میکشه، توجه فرمودین، و این سکن نمیره به طرف، ممکنه بعدا به بی‌عفتی مبتلا شه. و خود چرا؟ خیلی از وقت ما به دست خود زمینه گناه درست میکنیم، دختر را به زور میتیم بعدا فرار میکنه، برای پسر به زور و تحمیل میگیم این دختر را باید بگیریم، میگیره بعدا پسر به بی‌عفتی مبتلا میشه. پس ما زمینه گناه را جور کردیم. قرآن میگه که انفسکم ازواج درست کردیم لتسکنوا، تو هم راضی باش، اونم راضی باش، عقد بخواید، یک ازدواج سالم، یک ازدواج موفق. اما ازدواج تحمیل آدم خمود و جمود میسازه، تو ذوقش میزنه. پس اول این است که در ازدواج رضایت باشه. خیلی از افراد جامعه خوب است، گهگاهی فرهنگای ناسالم است که باید راه خروج از این مطلب این است: تفکر، تدبر، فکر جمعی، اصلاح جمعی باید به وجود بیاد که فرهنگ از بین بره، زور و تحمیل دیگه در ازدواج کسب خرج نده، باید رضایت حاصل شود. نکته دومش محرومیت از ارث، که همه جانس گهگاهی میان آقا دختر از ارث محروم، زن از ارث، این خلاف شرعه. شریعت در کتاب الارث واضح شده که برای همه، دختر و پسر و زن و شوهر و مادر، ارث مقرر کرده. یک ششم مثلا مال پدر و مادر، پدر یک ششم، مادر یک ششم، مثلا همسر یک چهارم اگر اولاد داشته باشه، یک هشتم اگر اولاد داشته باشه، دختر دو برابر. اینا همه از قوانین نیست، قوانین جلی از جانب پروردگار متعال. ما نمیتونیم به قانون خدا دیسپورت بزنیم. زن را محروم از ارث کردن یعنی به قانون خدا دیسپورت زدن که توی قانون تر من قبول ندارم، مثل که بگم من نماز قبول ندارم. پس این یک فرهنگ به کلی غلط است. هر کس صدای مرا میشنوه باید ملتزم باشه به احکام الهی. پس اولا در ازدواج تحمیلی نباید شوه. این هم یک نوع خشونت است، به زور دختر میگیره، ما میخوایم بگیم خشونت است دیگه. شما به فرهنگ انسانی و کامل انسانی اعتقاد ندارین، شما باید شایسته انسان با کرامت این نیست که در زندگی بر دیگری تحمیل بکنه، خشن رفتار کنه، اصلا شأن انسانیت به دور است.
و ارث بهرون کردن زن ارث یه هم که غلطه. یه حکام خداست که ارث میبره طبق سهمی که و فریضه که در قرآن مقرر شده و اینها را ما باید متوجه باشیم. بیسوادی زنان مسلمان کشورهای مسلمان نشین و نادیده گرفته شدن حقوق آنان در جوامع مردسالار باعث شده است که آنان نتوانند نقش کنشگرانه خود را به عنوان زن مسلمان ایفا کنند و در نتیجه زنان مسلمان ناآگاه به حقوق خود باقی ماندند. به همین دلیل برای مبارزه با این موضوع نه تنها لازم است به زنان فرصت برابر در اشتغال به حقوق اجتماعی و سیاسی داده شود، بلکه ضروری است که آنان تحصیل کنند تا بتوانند برداشت های غلط مربوط به زنان را تشخیص دهند، وظایف خود را بشناسند، از دیدگاه مساوی خداوند به زنان در قرآن آگاه شوند و وارد عرصه تفسیر قرآن شوند تا از ورود و گسترش بیشتر تفاسیر مرد سالارانه جلوگیری شود. خود طلب علم این حساب به مرد نداره. مگر حضرت زهرا عالمه روزگار نبود؟ مگر امام سجاد نفرمود که یا امتی انت عالمتون غیر معلمه فهیمتون غیر مفهمه؟ چرا؟ اونها دانش های اونطوری داشتن، اما حضرت امیرالمومنین در خانه اینا رو تربیت میکرد. حسن و حسین و زینب و مغلسون به اینا درس میداد، آموزش بود، برون برای باید مطلق کنین. پس در تحصیل مایز مرد و زن در حجاب هسته و بعضی مسائل اونو مایز هسته، ولی رسیدن به کمال الهی اینجا که فرق بین زن و مرد نیست. در این مسیر برین، در احکام الهی هم نیست. خب تو اگه میخوایی به کمال برسی، یکی از راهش علم است. زنی که بی عالم باشه، بی فرهنگ باشه، خب چی به درد نخوره؟ اگر ما به دست خود تحصیل علم زن رو ممنوع کنیم، خب زن نیمی از پیکر جامعه است. جامعه نیمی پیکرش که بی سواد باشه، تو فکر کن چی پیامد منفی از در جامعه شناس به اون جامعه بار میشه؟ جامعه باید امروز خب در جهان این رو پذیرفته، جهان که زن و مرد تحصیل میکنن و در اسلام هم پذیرفته. ما بیاییم بگویم شما زنها تحصیل نکنین، بر تو ممنوع، این وقت است که این نصف جامعه بی سواد برمیه. اصلا زن باید با سواد باشه، چو او مربی اولاد هسته، در دامن او اولاد بزرگ میشه. او وقت زن با سواد، با فرهنگ، انظر پاکی و طهارت و با شیر خود ادب را، علم را به اولاد خود ترزیق میکنه. به نتیجه این سه مسئله را باید متوجه باشیم: یکی ازدواج تحویلی ممنوع، ممنوعیت اثر غلط، تحصیل هم باید بکنن تا اینها عالم شوند. اما طوری که خود پیامبر اسلام هم میفرماید که العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، که در اینجا ما هیچ نوع تبعیض و تفاوت جنسیتی میان زنها و مردها مشاهده نمی کنیم. پس محو خشونت علیه زنان در متون عالیه اسلام هم مورد تایید قرار داره و به عنوان یک اصل هست که هیچ گونه تفاوتی در حقوق جنسیتی میان زن و مرد قائل نیست و همه را از یک چشم و یک نگاه مورد بررسی قرار دادن و مورد تایید قرار دادن. در دوران جاهلیت ارزش انسان ها را به جنگیدن و فعالیت اقتصادی می دانستند و برای همین زن ارزش نداشت، اما اسلام زن را نجات داد و مقام بلند به او عطا نمود. این ظلم به اسلام است که میگویند اسلام بین زن و مرد تبعیض قائل می شود، در حالی که اسلام عین عدالت اجتماعی است. وضعیت زنان در قبل از پیدایش اسلام که همه ما شما مطالعه داریم، می فهمیم که در او عصر جهالت بی اندازه و بی نهایت بر زنان عصر دشواری بود که حتی زنان را زنده به گور می کردن. کسی که دختر تولد می شد در خانوادهشان این یک ننگ بود و ای را یک آر می دانستن که نباید، چرا پسر نداشتن که دختر داشتن، دختر داشتن را ننگ و آر می دانستن. از جهت اینها را زنده به گور می کردن، اصلا نمی خواستن که چهره از اونها را ببینه. و دیگه ای که هر نوع خشونت جنسیتی که در اون زمان رایج بوده برای زنها قائل بودن از هر نظر. اما در وقتی که اسلام به وجود آمد در شبه جزیره عربستان، وقتی که پیامبر اسلام پا می نهایت، یعنی در حقیقت بدترین وضعیت در برای زنها قبل از به وجود آمدن اسلام بوده، که در همون زمان در وقت در شدت ترین وقتی که زنها نیاز به حمایت داره، پیامبر اسلام به رسالت مبعوث میشه
و وقتی که پیامبر به رسالت مبعوث میشه تمام این تبعیضات نژادی جنسیتی و برده گرفتن و اینها را همه این حقوق را مذمت میکنه و اینها را رد میکنه و یک اصل اساسی را تبیین میکنه که حقوق زن و مرد در اونجا به گونه مساوی مد نظر گرفته شده بود و در جامعه فعلی هم همین عنوان گاهن صادقه گاهن خب جامعه است هنوز به خود باوری و آگاهی نرسیده و خشونت علیه زنان وجود داره خشونت های جنسیتی نژادی خب از نظر روحی روانی ازدواج های غیر قانونی یا زیر سن اینها همه وجود داره که در صورتی که اگر به خود آگاهی برسیم این مشکلات درک شوه ان شاء الله که از این مشکلات رهایی به وجود خواهد آمد. اسلام منشأ خشونت علیه زنان نیست و تفسیر خشونت آمیز تفسیری شخصی است. دیدگاه های جاهلی که در حوزه زنان وجود داشته است در روند افزایش زنستیزی مؤثر بوده است. بنابر آنچه گفته شد خشونت های فزاینده علیه زنان در سنت های نادرست ریشه دارد نه در دین و باورهای دینی. خشونت علیه زنان وقتی کاهش پیدا خواهد کرد که مردم و ارگان های دولتی و نهادهای مدنی با عوامل اصلی آن مبارزه کنند. در مجموع و با توجه به نگاه کلی به نظریات اسلام درباره منع خشونت علیه زنان نتیجه می‌گیریم نگاه جزئی به واژگان و آیات قرآن باید به نگاهی ژرف و گفتمانی بزرگ تبدیل شود. ضمن این که مجامع علمی و دینی باید به بررسی منطق قرآن کریم و روایات در برابر نظرات و تعرضات حاصل از کج‌فهمی و جزئی‌نگری جوابگو باشند.